آیانی که با فردی بودن رهبر تو این مقطع، همین مقطع تا رفراندوم موافق هستند قیام بفرمایند. بشمارید. ظاهرا تصویب شده، حال بشماریم که تون بشمارید. داریم میشماریم. تصویب شده یعنی بشمارید. چهل و چهار پنج نفر ایستادن، فردی تصویب شده، حالا باید روی فرد رای بگیریم. خیلی خیلی ما هم پیشنهاد اون آقای خامنه‌ای. خیلی چی؟ آقای نه بگیم چی؟ نه الان رای میگیریم تموم شدی. اجازه بدید این حرف آقای شبستری رو میخونه. آقایون، آقای شبستری چیزی از آقای طاهری شنیدن که امام جمله‌ای درباره آقای خامنه‌ای گفتن، سندش منم، اگر آقایون مایلن من نقل کنم و الا نقل کنم. خیلی بله، سند جناب آقای هاشمی است، اون که ما از حضرت امام، البته امام تو این صحبتشون این سندی که امروز خوندیم گفتن چیزایی رو قبول کنید از من که یا نوشته باشه یا تو رادیو گفته باشم، این اون نیست که تو رادیویشون نگفتم. اولا منتها ما شاهد 4-5 تا داریم اینجا، میتونیم ما شاهدم داریم. شاهدید؟ بله. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر و احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو، امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فرد ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو، برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم، ما هم نگفتیم واقعا، ما بعدش این درس کرده نفهمیدیم از کجا درس کرده، اما ما نگفتیم. خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم، باز رو همین مسئله، من چون تو جلسه عمومی شرمم میومد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه دندگی بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثل آقای خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید. بار سوم این رو احمد آقا دیروز به ما گفت تو جمع چند نفریمون، گفت وقتی که آقای خامنه‌ای کره بودند و فیلمشون با آقای کیم ایل سونگ داشت نمایش داده میشد، منظره خوبی بود اونجا. من گفتم که آقای احمد آقا گفتن که من گفتم آقای خامنه‌ای خوب جا افتادن تو این، واقعا خوب آبروی هستن برای نظام. ایشون فرمودن که واقعا ایشون شایسته رهبری هستن. اینم حرف سومی است که البته اینو من با از احمد آقا نقل میکنم با واسطه اون رو که عرض میکنم، آقای اردبیلی و من و آقای احمد آقا و آقای نخست وزیر تو جلسه بودیم با هم شنیدیم. این مسموعات ماست که اگر حالا آقای خامنه‌ای نه حالا بس خودشون وقت گرفتن، تشریف بیارید. آقای خامنه‌ای ما تصویب کردیم شورا، شما برخلاف مصوبه ما نمیتونید بگید. شما راجع به شورایی و فردی صحبت نکنید. ببینید اگر میخواد چیزی برخلاف شورا بگید نمیشه. خب بفرمایید. بذارید من عرض بکنم بعد شما میفرمایید دیگه، حالا وقتمون که هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا واقعا باید خون گریست بر جامعه اسلامی که حتی احتمال کسی مثل بنده در او مطرح بشه. حالا اینو که من نمیخوام درباره این صحبت کنم. مسئله اشکال فنی داره. اشکال اساسی داره. من حالا قبلا خدمت آقای هاشمی هم گفتم در یکی دو هفته قبل از این که همین قضیه مطرح بود و ایشون فرمودن، من جدا به ایشون گفتم من قاطعا چنین چیزی رو قبول نخواهم کرد. حالا غیر از این که خود من حقیقتا لایق این مقام نیستم و این رو بنده میدونم، شاید آقایونم میدونید، اصلا از لحاظ فنی اشکال پیدا میکنه این قضیه. رهبری رهبری سوری خواهد بود، نه رهبری واقعی. خب من نه از لحاظ قانون اساسی و نه از لحاظ شرعی برای بسیاری از آقایون حرفم حجیت حرف رهبر رو نداره. این چه رهبری خواهد بود؟ اجازه بفرمایید. قانون اساسی که خب میگه مرجع، حالا یا مرجع شأنی یا مرجع فعلی، اون که حالا هیچ. از لحاظ شرعی هم حجیت قول رهبر در صورتی است که اون کسی که میخواد به حرف او عمل کنه او رو فقیه و صاحب نظر در امور دین بدونه. خب الان تو همین جلسه چند نفر از آقایون اومدن صحبت کردن، تصریح کردن که بنده صاحب نظر نیستم. این چطور؟ همین آقای آذری که اسم بنده رو اول بار آوردن تو این جلسه، بنده اگر حکم بکنم ایشون قبول خواهن کرد؟ قطعا قبول نمی کنن. نه آقا، بعد از رهبر شدن آخر، نه آخر امام، بحث تقلید نیست، بحث حکمه. ولایت فقیه نیست، ولایت عدول مؤمنینه. پس آقای خامنه‌ای ببینید، من در بحث فرد و شورا موقته. این موقته اونایی که صاحب نظر هستن برای اینکه این احتیاج جنابالی حل بشه استنابه میدن. اونایی هم که نظر دارن به اینکه جنابالی سمیش از این اصحار هم بیدن مجموعا مثلا حل بشه. من به هر حال مخالفم. بنده آقا در بحث شورایی و فردی میخواستم بیام که صحبت کنم، فکر نمیکردم که فردی رأی بیاره. منم میخواستم صحبت کنم، منم نظرم به شورا بود، ولی وقتی که اکثریت گفتند فرد دیگه جای صحبت نیست، حالا ما رأی میگیریم. اما چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن، به اجازه آقای مشکلی اجازه بدید، چون آقای خامنه‌ای صحبت کردن دو جمله هم من صحبت کنم. اولا خب ما با آقای خامنه‌ای از جوانی توی مدرسه خدمتشون بودیم، تو بحثا بودیم. حالا همیشه مسائل مطرح میشه، مسائل عمده مطرح میشه. من واقعا آقای خامنه‌ای رو صاحب نظر میدونم، صاحب نظر جدی در مسائل فقهی، اما نه اینکه ایشون الان رفته هم مسائل رو استنباط کرده. یعنی الان اگر یک مسئله اجتماعی برای کشور مطرح بشه و ایشون بخواد نظر فقهی پیدا بکنه، با همون روش سنتی نه مشکل، با یه مقدار کار کردن، با یه مقدار کمک گرفتن از کسانی که منابع رو، چون وقت ممکن نداشته باشه، کمک کنن برای پیدا کردن مصادر، ایشون میتونه به نظر برسه.
نه نباید بگن آقای خامنه‌ای دیگه نمیتونه. خیلی خوب، حالا ما رأی میگیریم دیگه، بحثم نمی کنیم. آقایانی که با رهبری جناب آقای خامنه‌ای تا رفراندوم، البته این موقت دائمی نیست، تا اون موقع موافق هستند قیام بفرمایید. چرا بشمارید موقت گفتم تا اعلام نمیشه. نه بایستید بشماریم، این عدد باید روشن باشه. میخوام بشماریم. تا حال 57 تو گفتن 50 تا باشه رای آورده. 56 نفرم ایستادن مجموعه 72 با خودمون رای آوردن یه مقداری هم بیشتر از 2/3. بسیار خوب. خب جلسه ما به حمدالله با خیر و خوبی تمام شد.